طالبان بروز چهارشنبه بر بخش های راه بردی ولسوالی یمگان بدخشان حمله کردند و اداره این ولسوالی را برای دومین بار از آغاز سال به دست گرفتند. در این حمله طالبان به برخی از تجهیزات نیروهای دولتی نیز دست یافتند. وزارت دفاع ملی این جنگ را نامنظم می داند و مدیریت این جنگ تجهیز مخالفان مسلح دولت و آموزش آنان را از سوی استخبارات کشورهای همسایه می گوید. اما چرا یمگان یک بار دیگر به دست طالبان سقوط کرد و نقاط ضعف نیروهای دولتی در چه بوده است؟ در افغانستان کاشی طور می شد که یک در یمگان جنگ می بود، مثلا در یک ولایت کشور جنگ می بود یا مخالفین یا جنگ جبهه‌ای یا منظم می بود. جنگی چریکیست، خارجی ها خودشان در جنگ اشتراک دارن. ما این طور با صراحت گفته می تانیم که در ولایت شمال افغانستان در هر 10 نفر مخالفین 5، 6 الی 7 نفر خارجی وجود دارن. یکی از انتقادهای عمده این است که نیروهای دولتی با مشکلات فراوان بخشهای آسیب پذیر را از اداره طالبان بیرون می سازند. اما امنیت در این بخشها دوامدار نمی باشد و به سادگی طالبان می توانند که امنیت بخشهای آسیب پذیر را به چالش بکشند و حتی اداره برخ از این بخشها را به دست بگیرند. دشمن هم آنچه که توانایی داشت و به کمک استخبارات پاکستان کشور همسایه در راستای حملاتشان امسال در افغانستان از حد نهایی تواناییشان کار گرفتن تا در نام ساختن افغانستان استفاده بکنن. یک بود مسئله دوم که نیروهای امنیتی افغانستان اولین بار هست که تمام مسئولیت ها را با عهده می گیرن و نبود قوای هوایی توپچی و زرهی هم یکی از مشکلات جدیشان هست. اما وزارت امور داخله اطمینان می‌دهد که یمگان از اداره طالبان بیرون کشیده خواهد شد و امنیت در این بخش از بدخشان دوباره تأمین خواهد شد. وزارت امور داخله از برنامه‌های تازه برای سرکوب هراس افغانان نیز خبر می‌دهد. نیروهای قطعات خاص پلیس ملی افغانستان، نیروهای کماندوی اردوی ملی افغانستان و امنیت ملی افغانستان به گونه هماهنگ و متحد عملیات های بیشتر را اندازی خواهند کرد. این عملیات های ما به منظور سرکوب گروپ های مختلف تروریست ها و طالب ها و ایجاد ترس در بین گروه ها که نتوانند در یک محل تجمع بکنند، فعالیت بکنند، را اندازی خواهند شد. با نزدیک شدن فصل سرما، اما هنوز هم بخشهای از کشور در آتش نبرد می سوزند. تنها ارتش همین اکنون 16 عملیات برنامه ریزی شده را در 13 ولایت به پیش می برد و نیروهای هوایی هم در 24 ساعت گذشته کم از کم نزدیک به 70 پرواز جنگی و انتقالی را انجام دادند.